درود بر دوستان عزیز، یه ویدیوی کوچیک میخوام بگیرم برای آموزش زبان فرانسه که خیلی کوتاه یکی از مکمل هایی باشه که برای تقویت اکوت استفاده میکنید. قبلش کافیه که روی هر سیستم عاملی که دارید مایکروسافت ایج رو نصب کنید. یه نرم افزار سبک و عالیه، میتونم بگم من اگه بهش میگم نرم افزار منظورم همین بروزر هست. این بروزر رو میتونید برای سیستم عامل iOS، اندروید، ویندوز بگیرید و نصب کنید. یه کامپتیبیلیتی با گوگل کروم داره که شما میتونید اکستنشن های گوگل کروم هم اگه نیاز داشتید بعداً روش نصب بفرمایید. پس فقط کافیه که توی گوگل سرچ کنید مایکروسافت ایج و از لینکی که براتون میاره اون رو دانلود کنید. دانلودش رایگان هست و روی ویندوزتون نصب میشه. توجه کنید من اینو قبلا نصب کردم، پس این نیاز ندارم. صفحه اولی که براتون میاره شما میتونید مشخص کنید که خبرهای روزو براتون نمایش بده بسته به اون زبانی که انتخاب میکنید. من اینجا انگلیسی انتخاب کردم، برام خبرهای روزو به انگلیسی میاره. برای تقویت اکوت سایت های بسیار بسیار زیادی توی فضای مجازی موجود هست، ولی این که من به شما میگم یکی از کارهایی که خودم انجام دادم و کاملا وقتی که تایم داشته باشم ازش استفاده میکنم و لذت میبرم. توجه کنید توی قسمت گوگل فقط کافیه سرچ کنید یکی از خبرگزاری ها رو سرچ کنید. من برای مثال خبرگزاری فرانس 24 رو سرچ میکنم، چون فرانس 24 به سه زبان انگلیسی، فرانسه و عربی موجود هست. من زبان فرانسه شو میخوام. خب همونطور که میبینید برای من سایتش رو میاره، من وارد سایتش میشم، اکسپت میکنم و خبرهای روز رو اینجا واسه من نمایش میده. برای مثال من همینجوری میام پایین تا یکی از خبرها توجه منو به خودش جلب کنه. بله، مثلا این خبر من روش کلیک میکنم و متنی که اینجا هست رو واسه من نمایش میده. توجه کنید من میخوام که این متن رو برای من بخونه. این سیستمی هست که روی بروزر ایج نصب شده، متعلق به خود بروزر هست. بهترین کامپیوترهای هوش مصنوعی استفاده شدن تا اینکه بتونن خوانش رو به وضوح انجام بدم. برای مثال من میخوام که این قسمت رو برام بخونه. شما فقط کافیه کلیک‌راست بفرمایید و از اینجا read aloud رو کلیک کنید. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a émis vendredi l'espoir de voir la France se débarrasser le plus tôt possible du président Emmanuel Macron sur fond de fortes tensions. شاید شما بگید که الان این خیلی تون داره میخونه. توجه کنید از این قسمت من میتونم وایس آپشن عوض کنم، سرعتش رو زیاد کنم یا اینکه کم کنم. من یه دونه کم میکنم ببینید چطور شد. Tension entre les deux pays au sujet de nombreux dossiers. اگه بازم براتون زیاده از اینجا یه دونه کم کنید. Dossier. Publicité. Macron est un problème pour la France. Avec Macron, la France vit une période très... شما می‌بینید که این خانش خیلی خیلی آهسته هست. من توصیه می‌کنم اگه هم کم می‌کنید، حالا اون روزای اولش کار نداره، اگه کم می‌کنید یه دونه خونه کم کنید که زیاد گوشتون عادت نکنه به این. Très dangereuse. J'espère que la France. بعد که مدت را افتادید میتونید روی حالت نرمال اینو گوش کنید. France va se débarrasser du problème Macron le plus tôt possible
a déclaré le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan à des journalistes à Istanbul après... همینطور اگه اینجا دقت کنید میتونید صدایی که براتون داره خانش میکنه رو هم تغییر بدید. برای مثال من از اینجا یک فرانسوی به یه لهجه دیگه پخش میکنم. اون چیزی که گوش دادید روی فرانسوی کانادا یا لهجه کبکی بود. من اینجا میتونم جولی به از فرانسه را انتخاب کنم و جا صحبتش رو گوش کنیم. Participer à la prière du vendredi dans l'ex-cathédrale Sainte-Sophie transformée en mosquée en juillet. یا اینکه من اگه بخوام به صورت مردش بکنم میتونم از اینجا gilet jaune qui pourrait devenir des gilets rouges. به این صورت این حرکت رو میتونید انجام بدید. برای که دیگه این خبرها و این تبلیغها رو نبینیم این اطرافش که حواسمون پرت بشه خیلی راحت میتونید اون قسمتی که نیازتون هست رو انتخاب کنید کلیک راست بفرمایید و Open in Immersive Reader رو انتخاب کنید چون میبینید که دیگه هیچ خبری از اون قسمت‌های قبلی نیست و اینجا گزینه Reader Le président turc Recep Tayyip Erdogan a émis vendredi l'espoir de voir la France se débarrasser le plus tôt possible du président Emmanuel Macron sur fond. برای برگشتن به قبلم یه گزینه بک میزنید و همون سفر رو مجددا میبینید. خیلی هم حال. سایت‌های دیگر هم میتونید انتخاب کنید. من فقط یه مثال گفتم بهتون چون خبرها رو اینجوری گوش میدم و دنبال میکنم. موفق باشید. خدا نگهدار.